در پی وقوع انفجارهای تروریستی اخیر در کشور سریلانکا، مرکز آدم برای دفاع از حقوق بشر و آزادی‌ها با صدور بیانیه‌ای به شدت این جنایت را محکوم کرد. در این بیانیه که نسخه ای از آن برای خبرگزاری شیوز ارسال شده، آمده است انفجارهای تروریستی اخیر در کشور سریلانکا جنایتی ضد انسانی است که تعدد دینی و مذهبی این کشور را هدف قرار داده و بعید نیست که حتی سازمانها و تشکیلات اطلاعاتی برخی کشورها پشت پرده این انفجارها باشند. این بیانیه ادامه می‌دهد: ما انفجارهای تروریستی در کلیساهای سریلانکا را به شدت محکوم می‌کنیم و معتقدیم که این اعمال با هدف ایجاد درگیری میان پیروان ادیان مختلف در سریلانکا صورت گرفته است. مرکز آدم در ادامه با اشاره به حمله تروریستی به مساجد نیوزلند نیز افزود: این حملات همدردی نهادها، مؤسسه‌های دولتی و حتی شهروندان غیر مسلمان را با مسلمانان نیوزلند در پی داشت که این همدردی باعث خشم جریان‌هایی شد که به دنبال ناامن نمودن کشورهای دارای اقلیت مسلمان هستند. پس شایسته است که کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در مقابل جریان‌هایی که سعی در ترویج افراط‌گرایی دارند ایستادگی کنند. مرکز آدم در پایان از مجامع بین‌المللی خواست که درباره بمب‌گذاری‌های سریلانکا تحقیقاتی دقیق انجام دهند و نتایج آن را به افکار عمومی جهان اعلام کنند. گفتنی است انفجارهای تروریستی در کلیساهای سریلانکا صدها کشته و مجروح بر جان نهاد که بسیاری از آنان مسیحی بودند و در مراسم جشن عید پاک حضور داشتند.